میکنن که ما رو معرفی کردن، ما رو قابل دونستن و هم از خود شما تشکر میکنن خاطر این همه لطفتون. نه بهتر از ما هم فکر میکنن، خیلی دندانپزشک عمومی خوب هستش که ناشناخته هستن. حالا صرفا حالا ممکنه خیلی ها پیج اینستام نداشته باشن، کارهای خیلی بهتر از ما هم انجام بدن، اینو من خودم اذعان میکنم بهش. قطعا ناشناخته توی کشور زیاد داریم، از ما خیلی بهتر هستن. همین دانشجوهایی که اینجا هستن بعضیشون من مطمئنم در آینده اینا دندانپزشکای عمومی خیلی خوبی میشن، چون باهاشون کم و بیش در ارتباط هستن میدونم. اما در مورد سوالی که فرمودیم، ببینید اون علاقه ای که من داشتم به این رشته باعث شده بود که در زمانی که دانشجو بودم و تحصیلاتم رو انجام میدادم، واقعا از این فرصت دانشجویی به نفع احسن استفاده ببرم و این فرصت ها غنیمت شمردم. زمان دانشجویی من خیلی کار میکردم. مثال براتون بزنم، من خب الان همه دانشجوها میدونن که شما وقتی پروتز کامل عملی دارین، حالا یه مریض حالا به تروما بدن یه دنچر از اول ترم تا آخر ترم تحویل بدین به بیمار بره، من یه فک مونم. حالا جدیدن هر دوتا دانشجوی یه مریض میدن، ولی زمان ما چون تعداد پذیرش اینا رو زیاد کردن، زمان ما یه خود مریض بیشتر بود، حالا یه مریض و یه دانشجو میدید. من مثلا یادم با آقای دکتر مشرف که استاد پروتز من بودن و ارادتم خیلی دارم خدمتشون، بخش که داشتم تو یه ترم پروتز کاملم و 4 تا بیمار دو فک دیدم. مثلا مریض میمد صبح توی بخش، اول صبح ساعت 8:30 من وارد بخش میشدم، سریع یه قالب آلجینات ازش میگرفتم، خودم میرفتم لابراتوار، مریض رو میگفتم بشین یه ساعت دیگه من میام، سریع گچش رو میریختم، ست که میشد تره اختصاصی براش درست میکردم تا ظهر مثلا ساعتی 11-12 مریض رو میمدم دنبالش، دور بردم تو بخش. یه اون روز بخش ما بود دیگه، یه بوردر مولد میکردم، قالب اختصاصی میگرفتم، مریض میرفت. پس فرداش دوباره ما پروتز داشتیم، پس فردا من بیس اکسترین براش میساختم، صبح اول وقت میومد توی بخش، من سنتریکشو میگرفتم زیر نظر استادم، مریض رو میگفتم بشین تا ظهر، میرفتم دندوناشو میچیدم ظهر، از صبح تا ظهر ظهر میبدم تو دهنش، اکلوژنش رو چک میکردیم، اوکی اگه بود که هیچ، اگه اوکی نبود همونجا دوباره اصلاح میکردیم و این مریض میرفت. پس فردا دیگه من سریع میرفتم مفرگذاری، البته مدلاج و اینجور کارش رو انجام میدادم، سریع مفرگذاری میکردم، میپختم. جلسه بعدش که مریض اومد دنچرش آماده بود، بعدم یه چند روز فالوآپش میکردیم، زدگیهاشو میزدیم، سریع میرفتیم یه مریض دیگه میگرفتیم. دیگه توی 3 جلسه تحویل توی حالا با اون فالوآپش و اینا، ولی حداکثر توی 2 هفته این مریض، یعنی وقتی میومد وسط های هفته آینده کار شما تحویل میدادیم، یه مریض جدید رو شروع میکردیم. توی یک ترم من شده بود که 4 تا بیمار ببینم برای پروتز کامل. حالا این یه مثال از بخش پروتز بود، بخش های دیگه هم همینجور. من خیلی وقت میذاشت اندو که خیلی من کار کردم، به خصوص خوبه یاد کنم از استاد عزیزم آقای دکتر مسعود ساعتچی که به من خیلی لطف داشتن. جلساتی که فانتوم داشتیم، آقای دکتر اون اشتیاق منو که به کار میدیدن خیلی مینشستن، من نماینده بچه های کلاسمونم بودم، با همدیگه صحبت میکردیم، خیلی منو راهنمایی میکرد، خیلی توضیح میداد برام. خب آقای دکتر ساعتی هم یه آدم علمی هستن، دوستانی که میشناسنشون از نزدیک، الان هم رئیس مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد هستن و خیلی منو راهنمایی کردن. فانتوم دوره خیلی خوبی من گذروندم با آقای دکتر ساعتی. بعد که وارد بخش شدیم، ایشون یادمه خیلی اساتید که بعضی وقتا مریضای آشنایی داشتن میخواستن بیارن دانشکده دانشجو براشون کار کنن، منو چیز میکردن که این مریض رو بذاریم بعد آقای زیلاوی. و مریضا حالا کیسای خورده تخصصی تر، مثلا 7 معمولا یه دندونی هست که میپرسن بخش تخصصی دوره اون کار نمیکنن. ولی اون موقع من به راحتی به فایل دستی بله
روتاری که اصلا کار نمی کردیم، با فایل دستی بودش. و البته خب من خودم یک کمی که اومدیم بالاتر به خاطر علاقه‌ای که داشتم رفتم دنبال روتاری خارج از دانشگاه و مطالعات که خودم به شخصه داشتم و راهنمایی‌هایی که از استادام گرفتم توی این زمینه وارد شدم. و اصلا بعد از فارغ التحصیلی من البته خب توی بخش اندو هم، نه اینکه حالا من استری پرفوریشن هم انجام دادم، فعلا داشتم.